مگه میشه یه جامعه ای را بر محور دروغ تا آخر پیش برد؟ نمیشه. خیلی تو جامعه ما داره دروغ گفته میشه و دروغ بیچاره میکنه یه جامعه رو. دروغ جهنمه، تاریکیه. با دروغ نمیشه نور ایجاد کرد، نمیشه روشنایی ایجاد کرد. دروغ از شراب بدتره، ولی متاسفانه تو جامعه ما شده جزء عادی ترین مسائل. بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را میآباد میکنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است. یا مستضعفین و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. به این نغمه های باطل گوش نکنیم، اونها حرف میزنن، ما عمل میکنیم. چرا دروغ میگیم؟ کی به ما مجوز داده انقدر دروغ بگیم؟ تو بازار میری دروغ میگن، تلویزیون رو وا میکنی دروغ میگه، روزنامه میخونی دروغ میگه. میشه بگید این همه دروغ تو این مملکت چیکار میکنه؟ آقا رو آوردن پشت تلویزیون. شما اغلب یادتون نیست قبل از انقلاب رو عجیب بود، هم اینجا هم بعضی جای دیگه. ما عراق رفته بودیم یه سفر عتبات مشرف شدیم، هر کار کردیم برای نماز صبح نه ایستاست، توقف نکردیم، نمیشد، جوری تنظیم کرده بودن. بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون، چون نمیشد در داخل قطارم، کثیف بود، جوری بود، نمیشد نماز خوند که نماز بتوانم بخوانم. بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون. چرا دروغ میگیم؟ کی به ما مجوز داده انقدر دروغ بگیم؟ میشه بگید این همه دروغ توی این مملکت چیکار میکنه؟ به زنش هم آدم میتونه دروغ بگه، برای اینکه چمش رو دست بیاره. برای اینکه چمش رو دست بیاری همه سر شیر مال هی دروغ بگو هی دروغ. حالا اونم نمیدونه شما دروغ میگی، خیال میکنه راست میگی، دیگه محبت شما میری تو دل او، دیگه نمیره برات. این همه دروغ گفته چی؟ دروغ بگو. او چند سال دیگه میخوام از این محل بریم شمرون، کشتی نیاورون جا هواش بهتره. مثلا نمیخوای بری بگو، شبا هی دروغ بگو تا صبح، تا صبح چی؟ دروغ بگو. چرا دروغ میگیم؟ کی به ما مجوز داده انقدر دروغ بگیم؟ میشه بگید این همه دروغ توی این مملکت چیکار میکنه؟ وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب حامله شدن به رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، گفت یه مرتبه دیدم صدای حامله بلند شد که علی نگهدار باشه. این تعبیر گفت ما درو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام آزار وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. چرا دروغ میگیم؟ کی به ما مجوز داده انقدر دروغ بگیم؟ میشه بگید این همه دروغ توی این مملکت چیکار میکنه؟ هر فردی آخوند باشه، معلم باشه، استاد دانشگاه، کشاورز باشه، وقتی بیاد توسل به انبیا، توسل به ائمه و اولیا را زیر سوال ببرد، ما او را سنی نمیدانیم، یعنی مسلمان نمیدانیم اونها را. در مورد این که شما فرمودی جلسه قبل که کسی که روی توسل قدم بگذارد ما او را مسلمان نمیدونیم. حالا من نمیدونم شما مثلا این علمای اهل سنت مثلا تو زایدان هستن و زلمی زایدان، اینا هیچ کدوم توسل قبول ندارن، اینا رو همه شما تکفیر میکنید؟ بله ما تکفیر میکنیم، بله ما تکفیر میکنیم، بله ما تکفیر میکنیم. ایها الناس، من دارم رسما اعلام میکنم اینجا، والله الله بالله به مقدسات قسم، بنده تا به حال نگفتم علمای اهل سنت زاهدان که توسل را قبول ندارن کافر هستن. چرا دروغ میگیم؟
کی به ما مجوز داده انقدر دروغ بگی؟ میشه بگید این همه دروغ توی این مملکت چیکار میکنه؟ آقا رو بردن پشت تلویزیون، ما یارانه انصراف میدیم. برو خجالت بکش. تو چند میلیارد وام 4% گرفتی؟ دروغ تو چقدر پول بیت المال مردم خوردی؟ پول ده پارو بالا میره از وامی که از بیت المال مردم گرفت. کلی جوان موندن برای 2 میلیون وام نگرفتن، تو میلیاردی وام گرفتی. رانت گرفتی. اومدی میگی انصراف میدم، یارانه خجالت نمیکشن اینا؟ در تشکیلات جمهوری اسلامی هر جا ما دروغ و خلافی ببینیم محکم جلوش میستیم، ولو آن دروغ از نظر سیاست به سود کارها تلقی شود. بسه با وزیر مصاحبه میکن، من یارانه نمیگیرم. نه بیا بگی. میشه بگی حقوقت چقدره؟ میشه حقوقی تو آقای وزیر میشه نشون بدی؟ میشه بگی آقازادت تو کدوم کشور خارجی درس میخونه؟ میشه بگی تابعیت کجا رو داری؟ خجالت نمیکشن اینا انقدر دروغ میگن صبح تا شب؟ کارگر به من زنگ زده، حاج آقا شرعن اشکال نداره بگی، دو تا قبض آب و برق برات میاد بهت میگم چه خبر میشه. چرا دروغ میگن اینا انقدر؟ دروغ آزادان بدونن همین نوجوانها و جوانها که گهگاه فریب دروغ امروزت را می خورند همیشه در این حال نمی مانند. فردا، ساعت دیگر، روز دیگر، هفته دیگر، ماه دیگر، سال دیگر بالاخره بیدار می شند و قصد و لحن و نسبین می فرستند که چرا ماها یا سالها منها را بودی. طرف تو قم نشسته میگه نصف مردم نیاز ندارن یارانه، تو با مردمی اصلا؟ من دادم باست بیچاره کردم. شو عیده شاد بچه من دلش بخواه یه گنگوش رو خواهد یه مرگی نگون چندی شیش من نتنیم بخیر من از من دیگه این ناموش من ارداشتی ما بوده نجاز ندی جانم نیساز میکرد طرف تو قم نشسته میگه نصف مردم نیاز ندارن یارانه. تو میدونی فقر چیه؟ میدونی مستاجر بودن یعنی چی؟ الان بیده خونم میخوام خارج بشم، میخوام خودکشی کنم. یعنی چرا؟ من که یک تون خاک شدم، سه تا فرزند شهید دارم، یعنی ارزش خونم خدمت و باید که مردم بخندن به شش تا بچه ارزش خونم فوق لیسان فوق دیپلم، همون که دیپلم گرد ارزش خونم خدمت داری کارگری کار. میدونی کارگر قرار دادی یعنی چی؟ ما اعلام کارمندی عزیزان بچه‌مون. میدونی فقر چیه؟ میدونی مستاجر بودن یعنی چی؟ به امام حسین دختری 5 سال حق داریم، آجا حاضیه نداریم بهش بدیم، پسرامونه نمیتونیم یه حلقه یه نامزدی براش بگیریم. ما باید با فقر و بدبختی تا چهی دست پنجه نداریم، با نداری تا چهی بسوزیم، مردامو تا چهی کناری خیابونا بیکار میشنن و تو روزن هاشون شرمنده باشن تا چهی؟ ما در میدونمونه بریم برای چی بگیم؟ چی به دردیم؟ باید هر چه زودتر به این فاصله جهنمی سطح زندگی در جامعه جمهوری اسلامی ایران پایان بدیم. مجلسی که تصویب کرده 600 هزار تومان حقوق کارگر رو غلط میکنه میگه انصراف بدید از خود نماینده‌هاش با حقوق میلیونی دارن یارانه میگه. چرا انقدر دروغ میگن اینا به مرد؟ آدم خجالت میکشه بگه این صدا سیما ایران. یه هفته از تلویزیون ما داره دروغ میگه راجع به یارانا. چرا دروغ میگید به مرد؟ غلط میکنن دروغ میگن. غلط میکنن دروغ میگن. وزیر آورده میگه انصراف میدم، تو غلط میکنی. چرا دروغ میگی به مردم؟ 240,000 تا شهید ندادیم دروغ بشنویم از تلویزیون. آقای گمنام شخصی یکی داری؟ شاید بچه منم تو اینا باشه، نمیدونم. من اومدم دوستاتم دیدم مامان چه نبودیم مامان دیگه میرم خونه مامان قربونت برم. 240,000 تا شهید ندادیم دروغ بشنویم از تلویزیون. رفته با کارخونه دار صحبت میکنه. کارخونه دار چقدر وام گرفته قسطش عقبه؟ این بدهکاری بانکی که ما داریم پدر اقتصاد ما رو درآورده. چند نفرن بدهیشون رو ندادن؟ 30 نفرن اون کلانی که پولای میلیاردی رو گرفتن ندادن. جوانای ما واسه 2 میلیون وام گرفتارن. اونایی که میلیاردی وام گرفتن نمیرن قسط بدن. چند نفرن اونا؟ برو یقه اونا رو بگیر. چرا دروغ میگی به مردم؟ این سمینارای مسخره که میگیرن میلیاردی خرج میکنن جلوی افراطا و تفریطا رو بگیر. جلوی پولای هرزه رو بگیر دارید خرج میکنید. نه چهار تا کارگر بدبخت مذهبی هم اصلا مقلدم اصلا زنگ زد من حاج آقا من حقوقم اینقدر چیکار کنم بگیرم حروم نباشه گناه نکنیم. من چی جواب این جوونو بدم؟ درس خونده زحمت کشیده مهندس شده برج 1 میلیون حقوقش، فوتبالیست توی مملکت از پول بیت المال 2 میلیارد 3 میلیارد پول گرفته میگه آقا من شب عیدی رفتم از بابام 5 میلیون قرض ای بمیرم. اون فولادی که پول داره میده 2 میلیارد 3 میلیارد فوتبالیست میخره، کارگرش جلو کوره داره 1 میلیون میگیره، 600,000 تومان میگیره، 1.5 میلیون میگیره. از پول بیت المال داری پول میدی به اینا. چرا دروغ میگیم؟ کی به ما مجوز داده انقدر دروغ بگیم؟ کوروش کبیر مال 2500 سال پیشه. نمیشه خدای مملکت من از دروغ حفظ کن.
میگه مملکت من از دروغ حفظ کن. لباس پیغمبر اگه من تنم کردم اخلاقم مثل پیامبر نیست، این دروغ. این لباس سر تا پای این لباس دروغ، ظلم کثیفیست. من چی نشون میده سر تا پا؟ مردم توی خوابم میگن التماس دعا، میدونن تو خلوت ما چه خبره؟ بابا چرا شاه درست میکنی؟ چرا بت درست میکنی؟ بتا رو پیغمبر شیکون، هر چی بت تو کعبه بود ریخت دور. بت پرستی ممنوعه، آدم پرستی بدترین نوع بت پرستیه. بت پرستی ممنوعه. فلانی خواب دیده، فلانی دیده نور دیده، فلان چرت و پرتا چیه؟ اومدی میگه نور میزده بیرون، یا میخوای منو خر کنی یا خودت خری؟ یه چیزی هست این وسط. با دروغ نمیشه نور ایجاد کرد، نمیشه روشنایی ایجاد کرد. با دروغ نمیشه نور ایجاد کرد، نمیشه روشنایی ایجاد کرد. آقا چه نفسی داره، من آب دهنیشو خوردم شفا گرفت. کیا به دهنش شفاست؟ بگو من برم پیشش. چرا چرت و پرت میگیم؟ اگه این لباس پیغمبر تن منه، کو اخلاق تو؟ چرا کفش من جفت میکنی؟ تو بر چی دولا میشی دست من؟ عقل نداری مگه؟ چه بساطی درست کردی؟ بر چی من میگی التماس دار؟ تو پول دادی من اومدم اینجا سخنرانی، تو پول دادی من پول گرفتم، تو به من میگی التماس؟ عرق من شفاست؟ چی این کارا رو میکنی؟ عقل داری؟ بعد چرا دروغو میخرید از آدما؟ چرا دروغو میخری؟ تو میخری که میگن؟ تو جامعه که دروغ بشه قانون، دروغ بشه یه ترفند سیاست، میگه کی سیاست داره؟ چهر که دروغ میگه سیاست داره. از شاه مردم رو میفریبد از طریق وعده آب و نان، که وقتی با شما مواجه میشود سخنرانی میکنند، شعار میدهند، گفته اونها شما توده های مردم را فریبته خود، وعده آب و نان، وعده مسکن، وعده آسایش. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. برای رسیدن به هدف همه جور وسیله را توجیه میکنم، دین به استخدام میگیرم، شرف و انسانیت را به استخدام خود میگیرم، دروغ میگویم، سعید میدهم، خدا را شاهد میگیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملت، خدا را شاهد میگیرد در این که من میخوام این مملکت نجات. و هوا علت جرس ساز ولی روحیش لجوجترین چین بردترین مردم از قسمت به تب تا وقتی سوار کار نشده وعده میدهد، همین که سوار شد دیگر به این چیز رحمه میدهد. کدوم کذاب وارد بهش میشه؟ شما بگید من بدون یه کذاب بگید وارد بهش میشه. کلامی پستر از دروغ نداره. حالا دروغ چیه؟ یک، خلاف واقع حرف زدن دروغ. دو، بعضی وقتا سکوت دروغه. ظلم رو با چشاش میبینه، سکوت میکنه. چرا سکوت میکنی؟ برای منافعت دیگه دروغ میکنی. بعد دروغ از آدم چی درست میکنه؟ آقایون گناه کثیفیه دروغ، ظلم بزرگیه دروغ، گناه کثیفیه. ما به همه دنیا گفتیم ما مسلمونیم، 38 آیه تو قرآن میگه تعقل. چرا کسی فکر نمیکنه تو این جامعه؟ تعقل هست تو این جامعه؟ اگه فکر باشه که اینجوری نمیشه که جامعه رو اینجوری کسی نمیتونه اداره بکنه که نمیشه انقدر دروغ بگی. بزرگترین دروغ اینه که ما به خودمون میگیم مسلمون. اسلام قانون داره، چارچوب داره. شاید یکی خواست به این قرآن بیاد عمل کنه، آقای قیامت قرآن یقه ما رو میگیره، یکی از شاکی های ما قیامت قرآنه. قرآن بیاد میگه تو چه حقی داشتی منو گرفتی به من عمل نکردی، ولش میکردی، یکی دیگه برش میداد. بیاید دروغ نگیم با هم، هر جوری باشیم بر ما حکومت میشه. بیاید دروغ نگیم تا دروغ بمون نگن. ملت ایران، برادران، خواهران عزیز، بیدار باشید ای زنان و مردان پرخروش انقلابی کشور ما. هوشیار باشید، از هم اکنون باید حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سمتی از سمت‌های اجتماعی مورد بهره برداری احدی قرار نگیرد. ملت ایران، برادران، خواهران عزیز، بیدار باشید، بیدار باشید، بیدار باشید، بیدار باشید.